آغاز میکنیم. مدت این مثنوی تأخیر شد، یک هفته کار ما به تأخیر افتاد به سبب سفری که من داشتم و از دیدار عزیزان محروم ماندیم و اکنون دوباره به مولانا باز میگردیم و بحثی رو که نوبت پیشین گشوده بودیم به پایان میبریم. به یاد دارید که ما به پایان داستان طوطی و بقال رسیده بودیم. اونجا مولانا تک بیتی را آورد که در حقیقت سرفصل بزرگی است برای یک مبحث خیلی عظیم و پر ژرفا. مولانا گفت که گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. وقتی که به این بیت رسیدیم من به دوستان یادآوری کردم که قصه حیرت و حیرانی از مفاهیم کلیدی و اصلی مثنوی است و مولانا بارها و بارها به این مفهوم بر میگردد و در زمینه ها و کانتکست های مختلف اون رو بیان میکند و بسیاری از معانی رو که در ضمیر دارد در دل این کلمه میریزد و از آن طریق القا و افاده معنا می کند. گاهی حیرت رو همراه با عشق به کار می برد و تقریبا به طور مترادف اونها رو در کنار یکدیگر می نشاند. گاهی حیرت رو از میوه های عاشقی و عشق بر می شمرد و گاهی هم چنان که دیدیم حیرت رو از میوه های دینداری و بلکه این دینداری می آورد و می گوید که جز که حیرانی نباشد کار دین، یعنی مهمترین فونکسیون، مهمترین کار کرده دین القاء حیرت است، آدمی رو به حیرت بیفکند. نوبت قبل اشاره کردم که این سخن در حقیقت صادق است، اما به شرط اینکه دینداری تجربت اندیش و دینداری عارفانه و عاشقانه رو در نظر بگیریم. در اونجاست که میتوان گفت که حیرت کار دین است و تنها کار دین است. اما در مورد دینداری معرفت اندیش، دینداری متکلمانه یا دینداری معیشت اندیش، یعنی دینداری عامیانه، در مورد اونها این نکته ضرورتاً صادق نیست، بلکه میتواند کسی یک عمر متکلم باشد، یک عمر در پیچ و خم و کوچه های معرفت دینی بگردد و به جدال بپردازد، گره ها ببندد، گره ها بگشاید، اما لحظه ای نصیبی از حیرت عارفانه نبرد. نه تنها نبرد، بلکه نوعی غرور متکلمانه و عالمانه هم او رو فرا بگیرد و به جای اینکه در مقابل یک جمال، در مقابل یک منظره حیرت آور حیرت زده بماند، عالمانه تصور کند که بر اون منظر تسلط دارد و اون رو میتواند در چنگ خود بگیرد و لذا از حیرت میتواند بگریزد و دوچار حیرت نشود. این تا اینجا آمده بودیم به علاوه پاره از نکات دیگر که نوبت قبل آوردم. در این نوبت میخوام دنبال همون رو بگیرم و انشالله کلام رو در این باب اشباع کنم، یعنی حق مطلب بهتر ادا شود و اونچه که در ضمیر مولانا بوده، در اندیشه او میگذشته و در جای جای مثنوی یا دیوان شمس به اونها اشاره کرده، اونها رو یادآوری کنم و جمع بندی کنم، در کنار هم بنشانم، شاید به یک نکات تازه‌ای هم برسیم، حتی ممکنم هست که پاره نکات انتقادی هم در این باب من مطرح کنم. بالاخره در مقابل بحث حیرت مولانا نباید حیرت زده ایستاد، این حیرت او رو باید عالمانه تحلیل و تنقید کرد. فوق‌العاده مسئله مهمی است و به دلیل اهمیتش باید به آن پرداخت. ببینید، من در یک کلام و با یک مثال عرض می کنم تقریبا که غرض مولانا از حیرت چیست، و البته این مثال و این بحث مختصر نمی تواند وافی به مقصود باشه. بعد از اون وقت
سخن رو بسط میدهم و مصادیق دیگری رو هم از مولانا در میان میآورم تا مسئله هرچه بازتر و شکافته تر شود. شما در نظر بگیرید که یک عالی، یک طبیبی مواجه می شود با یک بیماری. بیمار یک خانمی است، خانم فوق العاده زیبارو، و این طبیب وقتی که این بیمار رو میخواد معاینه بکنه، توی زبانش رو ببینه، در چشماش نظر بکنه، ابتدا عالمانه در اون نظر میکنه، یعنی میخواهد که علائم بیماری رو ببینه، یکی یکی اینها رو کشف کنه، در کنار هم بنشانه، جمع‌بندی کنه و بعد هم به نتیجه برسد. که اما همین که نگاه میکنه به این بیمار خودش، چنان از زیبایی او شگفت زده میشه، علم طب یادش میره، اصلا فراموش میکنه که این بیمار در مقابل او نشسته و مواجهه او باید با او عالمانه باشه، یعنی آنالیتیک، یعنی گره گشایانه، یعنی بدون مفتون شدن، بدون شیدا شدن، بدون عاشق شدن، بی طرفانه و با فاصله، به اصطلاح دیتچت، بدون تعلق نسبت به موضوع ملاحظه و مشاهده خودش در او بنگره. اما این تحیر مانع از اون نگاه علمی می شود و او رو چنان وابسته به این موضوع می کنه که فکر بر کنار میره. همون که مولوی میگه حیرتی را باید که روبد فکر را، فکر رو اصلا می رو به جارو.